خدمت دوستان با برنامه جدیدی از مجموعه روایت کتاب در خدمتون هستم و خوشحالم که امروز کتاب دیگه از مجموعه کتاب های بلوچستان که قبلا هم فکر کنم یکی از اونها رو در این برنامه معرفی کرده بودم رو به شما معرفی بکنم. این رو ذکر کنم که این برنامه به وسیله مؤسسه انسانشناسی و فرهنگ به کمک شهر کتاب الف برگزار میشه. کتابی رو که میخواستم امروز بهتون معرفی بکنم و در مجموعه مطالعات بلوچی قرار میگیره که انتشارات آبی پارسی و پل فیروزه منتشر کردن و جدید هم هست، کتابی که الان معرفی میکنم در سال 1400 منتشر شده. این کتاب قومشناسی بلوچ نامش هست و جناب آقای محمد سعید جانب اللهی اون رو نوشتن. آقای جانب اللهی از پیشکسوتان به اصطلاح مطالعات مردم شناسی در ایران هستن، از کسانی که در سالهای نسبتا دور از سالهای نسبتا دور، یعنی از دوران مرحوم انجوی شیرازی و برنامه‌ای که در اون موقع تلویزیون داشت و مرکز مطالعات عشایری داشت، در حوزه مطالعات عشایری بودن، در حوزه مطالعات بلوچ بودن و در کنار خب مردم شناسان معروفی که شاید معروف ترینشون اسپونر هست که بر روی به اصطلاح عمدتا طوایف بلوچ کار میکردن، در اون سالها آقای جانب اللهی هم مشغول بودن و کار میکردن و از همون سالها مقالات متعددی رو آقای جانب اللهی در مورد قوم بلوچ گردآوری کردن. خب قوم بلوچ هم تو که میدونیم، حالا بگیم قوم بلوچ چه بگیم فرهنگ بلوچ، من اینجا روی خود کلمه نمیخوام بحث کنم، یک فرهنگ غنی ما داریم و بسیار تاریخی ما داریم که برمیگرده به دوران هخامنشی و به اون تمدنی که میدونیم الان و آثارش یواش یواش داره به دست میاد، شهر سوخته و جیرفت و بسیار در موردش این سالها صحبت شده و خیلی جدیده، خیلی جدیده و به دلیل اینکه اونجا به اصطلاح مرکزی بوده که بسیار غارت انجام گرفته، خب یه مقدار حساسیت هست روش، ولی در سطح بین‌المللی این فرضیه حتی مطرح شده که میتونه تمدنی به قدمت تمدن‌های بین‌المللی بوده باشه و یک مرکزی برای شایع تمدنی. از این لحاظ اینها رو میگم که در اون منطقه، یعنی در منطقه بلوچستان، ما واقعا با یک تمدن بسیار بسیار برجسته برخوردار بودیم که خب به دلیل اینکه در دوران مدرن و سرنوشتی که بعدا در دوره استعماری بر سر اون منطقه پاکستان و هندوستان میاد و خب اینجا خیلی بحثش طولانی است، چطور انگلستان به خاطر منافع خودش دو تا کشور به وجود میاره، بعد اینها رو به جون هم میندازه و غیره، و خب بلوچستان هم و بلوچ ها هم بخش زیادیشون در پاکستان هستن و یه مقدار قربانی این داستان پاکستان میشن، ولی بر تقدیر اینجا بیشتر بحث بلوچ ها در ایران هستن که فرهنگشون رو نمیشه در مرزهای سیاسی متوقف کرد. خب از همون زمان ها آقای جانب اللهی کار میکردن به صورت مقالات پراکندهی در مجلات مختلف کار میکردن روی قوم بلوچ
و کارهای ارزندهی انجام میدادن. منتها خب به دلیل اینکه کمتر توجهی میشه در ایران واقعا به این عناصر تمدنی بسیار ارزندهی که ما داریم و بیشتر خب توجه متأسفانه در سالهای اخیر رفته روی به اصطلاح مباحث خیلی سطحی و خیلی پیش پا افتاده و تکرار یک سری مکررات که دائما مطرح بوده. خب منطقه بلوچستان و بعد به دلیل فقری که این منطقه داشته و قربانیش هستش، محرومیتی که داشته و نمیتونسته خب اونطوری که باید و شاید هزینه کنه برای شناخت گذشته خودش، متاسفانه ما آثار زیادی در این زمینه نداشتیم و خوشبختانه الان به همت انتشارات پل فیروزه این مجموعه در اومده و من بسیار تاکید دارم که تمام کتاب های این مجموعه رو معرفی بکنم. و یکی از این کتاب ها رو گفتم کتاب آقای جانب اللهی است به نام قومشناسی بلوچ. قومشناسی بلوچ که اینجا قومشناسی بیشتر به معنی همون مردمشناسی اومده، اتنولوژی اومده، حالا میتونستم بگیم انسانشناسی بلوچ. البته کاری که در کتاب شده بیشتر یک نوع مردمشناسی هست و انسانشناسی یعنی متمرکز بر کار بر روی میتونم بگم قومنگاری و قومشناسی هستش، یعنی روی اتنوگرافی و اتنولوژی هستش. این کتاب رو پل فیروزه در 503 صفحه در قطع رقی در سال 1400 منتشر کرده و دبیر مجموعه که آقای شهرنازدار است و از دوستان ما و از اعضای به اصطلاح شورای مرکزی انسانشناسی فرهنگ، خودش اتنوموزیکولوژیست است و همینطور نویسنده و محقق و بسیار کار کرده و روی فرهنگ‌های بومی ایران و نظارت داشته روی این کتاب و مشوق آقای جانب اللهی بوده برای اینکه این مقالات رو جمع‌آوری کنه و در این مجموعه چاپ بکنه. خب حاصل کار کتاب بسیار جذابی شده به نظر من که در اون در مورد جنبه‌های مختلف زندگی بلوچ ما با مقالات اتنولوژیک در معنی همون معنی سنتی کلمه اتنولوژی سر و کار داریم. مثلا در بخش فرهنگ عامه بلوچ که یکی از بخش‌های کتاب هستش به مسئله خوراک، پوشاک، ادبیات شفاهی، ازدواج، مرگ، مراسم، بازی‌ها، موسیقی، ستاره‌شناسی، شیوه‌های درمان، نقش و نگارهای بلوچ پرداخته شده. بعد بخشی در مورد مسکن بلوچ هست که به واحدهای اجتماعی و واحدهای اجتماعی مکانی و مساکن سنتی پرداخته شده. به مسئله زن در فرهنگ بلوچ در یک فصل جداگانه پرداخته شده و اینکه واقعا میبینیم که در فرهنگ بلوچ و به طور کلی در جنوب یک مقدار زنان نامرئی تر هستن از سایر نقاط، این نکته هستش که باید این مقداری بهش دقت بیشتری کرد و اینقدر سطحی هم ماجرا رو ندید. و در همین بخش در این حال که آقای جانب اللهی به مظلومیت زنان بلوچ اشاره میکنه، به اون زندگی پنهانی که زنان داشتن هم به خصوص در تاریخ عشایر اشاره میکنه. بعد میره به طرف توایف بلوچ که به چندین طایفه بسیار مهم اشاره میکنه، طایفه نارویی، مبارکی، شهبخش یا اسماعیل زئی، و سعی میکنه نظام های سیاسی و اجتماعی رو در اینها تحلیل کنه. همینطور طایفه ریگی رو بهشون اشاره میکنه و در نهایت هم به مسئله کوچ و کشت عنوان به اصطلاح این بخش از کتاب هست، کوچ و کشت در طوایف بلوچ و در روستاهای بلوچ، و در اینجا نشون میده که مسئله
کوچنشینی، چون میدونیم که کوچنشینی ایران یک کوچنشینی رمیگردان هستش و در این حال یک نوعی از کشاورزی هم در اینها وجود داشته، که چطور اینها فنون خودشون رو در مسئله کوچنشینی با محیط زیست هماهنگ میکردن و چطور اصلا با این محیط زیست سخت که ما در بلوچستان باش روبرو هستیم سازگاری میکردن، چطور فناوری هایی رو به کار میبردن، فناوری های سنتی رو به کار میبردن که اینها امروز به صورت مستقیم قابل استفاده نیست، ولی میشه از اینها الهام زیادی گرفت برای آینده و برای کار و توسعه با فناوری های جدید اینها رو ترکیب کرد و به نتایج بسیار خوبی رسید. و در اینجا یکی مسئله فنون کوچنشینی مطرح شده، یکی مسئله نقش اقتصاد نخل، چون نخل واقعا یک صرفا درخت نیست در جنوب، در جنوب ایران، بلکه یک واحد زندگی هستش. بسیاری از مسائلی که در زندگی وجود داره، از تولد افراد تا ازدواجشون تا میراثشون و بسیاری دیگه از چیزها، بر اساس واحد نخل و اقتصادی که بر حول و حوش این تنظیم شده شکل میگیره. و بعد بحث بسیار مهم و جالبی که در مورد مدیریت سنتی توزیع و حفاظت منابع آب و شیوه های استحصال آب، امروز که ما الان با بیابی رو هستیم و میبینیم که چه بحرانی الان کشور رو فرا گرفته و در آینده، این آینده نه فقط ایران بلکه جهان هست که با کمابی رو خواهد شد. ما میبینیم این جوامعی که خصوص در حاشیه کویر هستن و از همه مهمتر همین جامعه بلوچ، چطور در طول قرنها با این بیابی سر کردن، زندگی کردن، چه تکنیک های ظریفی اینها داشتند که واقعا روی این زمینه کار کنن که بتونن در این حال که زندگی خودشون رو تأمین میکنن بپذیرند که در اینجا آب کمه، در اینجا در حاشیه کویر هستن و باید با این امر سازگاری داشته باشن. بنابراین من این کتاب رو واقعا توصیه میکنم برای همه کسانی که میخوان مطالعه بر روی قومشناسی رو شروع کنن و مطالعه به خصوص بر روی بلوچ‌ها رو شروع کنن. قومشناسی بلوچ، محمد سعید جانب‌اللهی و مقدمه آقای شهرنازدار که دبیر مجموعه هستند رو، که انتشارات پل فیروزه در 1400 منتشر کرده. بسیار از همه شما ممنون هستم.